الهی به هر آنچه داده ای تشکر و به هر آنچه نداده ای تفکر و به هر آنچه گرفته ای تذکر. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده سلام، ظهر سه‌شنبه تان به خیر باشه. از برنامه روشنا همراه شما عزیزان هستیم و همراهی یک یک شما عزیزان را تا آخرین لحظات خواستار هستیم. الهی که به برکت این اعیاد شعبانیه و ماه شعبان و ماه پربرکت بهترین ها را نصیب ما و شما عزیزان بیننده نصیب کنه و عطا بفرمایه. اعیاد شعبانیه گفتیم، بله، چه روزها و شبهای متبرکی هست. میلاد حماسه سازان کربلا، حضرت امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس و امام سجاد علیه السلام که به ترتیب در سوم شعبان شروع میشه و هست. امیدوار هستم که تبریک میگم به همه شما عزیزان و امیدوار هستم که دلها و قلبهایتان در این اعیاد شعبانیه و در این روزهای خوشی پر از خوشی و شادمانی باشم. همراه شما عزیزان هستیم و شما هم همراه ما باشین. خانم آیلینی عزیز را در استودیو داریم. یک سلام گرم تقدیمشان میکنیم و صحبت با ایشان آغاز میکنیم. سلام خانم آیلینی و به شما هم تبریک میگم. اعیاد شعبانیه و به هر حال ما در ماه شعبان هستیم و اعیاد بسیار خوب و میلادهای بسیار متبرکی داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض ادب دارم به خدمت شما خانم ظهوری عزیز و همه بینندگان محترم و شاد باش میگم. این اعیاد بزرگ به همه عزیزان، به همه شیعیان، به همه مسلمانان و محبین اهل بیت علیهم السلام، به خصوص فرارسیدن میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام که خب حالا در آستانه هستیم، و همچنین دیگر اعیادی که حالا باز در قلب این ماه مبارک که میبینیم که ما عید میلاد حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی، بله، ان شاء الله در نیمه شعبان، بله، و بسیار ان شاء الله که این ماهی که خب سرشار از شادی هست دلهای همه مؤمنین شاد باشه به نور و معرفت اهل بیت علیهم السلام ان شاء الله. ان شاء الله. خب امروز هم خب در آستانه ولادت امام حسین علیه السلام قرار داریم. خب قبل از اینکه خب ما وارد گفتگوی بحثمون بشیم، جا داره که واقعا بسیار اختصاصی به عزیز دلمون، به کسی که خب نور چشمی مکتب شیعیان هست، بله، حضرت علی علیه السلام، که حضرت امام حسین نور دیده حضرت علی علیه السلام، نور دیده حضرت فاطمه، بله، بله، زهرا سلام الله علیها رو که امام حسین علیه السلام هست و واقعا برای ما شیعیان خب میدونین که این جایگاهی بسیار ویژه داره. اصلا امام حسین یک چیزی دیگه هست، بله، اگر جنس غمش یک چیزی هست، اون، بله، جنس عشق و محبت و دوستانشنش هم از یک دقیقا جنس دیگه هست، واقعا همینطور است. و خب و این جالب هست که امام حسین علیه السلام نه فقط برای ما شیعیان، خانم ظهوری عزیز، که برای غیر شیعیان، برای اهل سنت و برادران دیگر، برادران غیر شیعه هم خب بسیار یک جایگاه ویژه داره. حتی غیر مسلمانان هم میبینیم که برای امام حسین علیه السلام یک ارادت خاص قائل هستن، بله، و اهل سنت هم که میبینیم که واقعا در همه ائمه ما را، خب چون که اگه ما یک مطالعه داشته باشیم میبینیم که نسبت به ائمه ما نه فقط ما شیعیان، که خود اهل سنت هم خب جزی از یک قشر کثیری از مسلمانان را خب ما میبینیم که در جامعه امروز در سطح بین الملل خب اینا تشکیل میدن، اونها هم یک محبتی نسبت به اهل بیت ما دارن، بله، بخصوص، بله، امام حسین علیه السلام یک ارادت خاصی دارن، یک ارادت خاصی دارن. واقعا ما میبینیم که امام حسین علیه السلام به خاطر او جایگاه ویژه‌ای که خب داشته در زمانی که خب ایشان امام بودن و میبینیم که خب به اون نحوی شهادتی که ایشان داشتن، به اون حماسه‌ای که ایشان آفریدن و اون ماندگاریشان که اون حماسه‌ای که ایشان داشتن، بله، بله، خب می‌بینیم که باز این محبتشون، این جایگاهشون اصلا ویژه‌تر و خاص‌تر شده در بین اهل سنت، بله، و فقط هم همین خصلت، خب شاید ما از امام حسین فقط همین خصلتی رو شنیده باشیم که خب یک سروری بودن، سالاری بودن که در امر جهاد و رشادت واقعا نمونه بودن، که بودن واقعا حقیقتا به همینطور هست. اما خب ما میبینیم که در کنار این خصلت امام حسین علیه السلام
همچون دیگر ائمه، همچون درست. دیگر معصومین، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت علی علیه السلام پدر بزرگوارشان و برادر بسیار مهربان بخشندهشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. امام حسین حسن علیه السلام هم دیگر خصلت ها را هم داشتن، از قبیل که میگن امام حسین بسیار سخاوتمند و بخشنده بودند. بله این بخش، این دقیقاً. خصلت سخاوت من بودن و بخشنده بودن رو خب شما می‌بینید که در همه ائمه های بزرگوار دیده خب میشه. دیده میشه. بله. و جالب هست که سبک بخشندگی و سبک اون حالت بزرگواری هر یک از ائمه با هم دیگه یک سری تفاوت هایی دارن. به طور مثال خب حضرت علی رو خب همه میدونن که حضرت علی علیه السلام شبانه خب چه فعالیت هایی داشتن و امام حسن علیه السلام رو میگفتن که به قدری مثلا اگه یک نیازمندی به سراغش من بده به قدری او را مستطیع میکرده که یعنی میبخشیده به او که تا آخر عمرش بی نیاز میشده. حضرت امام حسن، امام حسن مجتبی این خصلتش کریم اهل بیت و اینکه کریم اهل بیت دیگه مشهور هستن به کریم اهل همین بیت خصلتشون که اینطور نبوده که اگه مثلا یک حالا در کنار خصلتشون که اگه نیازمندی میامده خب او حاجتش رو برآورده میکرده امام حسن علیه السلام میگفتن به قدری میبخشیدن که تا آخر عمر بی نیاز میشدن. و در مورد امام حسین علیه السلام هم خب در مورد این که خصلت بخشندگیشون بسیار زبان زد هست و یک روایت رو من میخوام از اهل سنت بیان کنم، از برادران اهل سنت که خب یکی من میگم اهل سنت میخوام اختصاصی بیان کنم از خاطر است که ما بگیم که خب برادران اهل سنت واقعا برادران دینی ما هستند. بله. و اگر ما بیاییم معرفتمون را و مطالعاتمون را افزایش بدیم میبینیم که اون چی که اومده بین شیعه و سنی اختلاف انداخته همین عدم شناخت یکدیگر هستند. و اگر بدونیم که اونها چقدر نسبت به اهل بیت ما ارادت دارن، بله، واقعا شاید ما هم نسبت به اونها دیدگاهمون و اصلا طرفین دیدگاهشون نسبت به هم دیگه یک دیدگاه همیشه در کنار برادر هم قرار برادرانه تری باشن. یک روایتی اومد میگفتن که امام این از اهل سنت بیان شده که در مورد امام حسین علیه السلام که میگفتن یک شخص عربی اومده بوده نزد امام حسین علیه السلام و از ایشان درخواست کمک کرده و گفته که یا حسین علیه السلام من خب از شما بخشنده تر کسی را در این شهر سراغ ندارم، چرا که شما فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام و نوه رسول اکرم صلی الله علیه و آله السلام هستیم که از خاندان بخشنده هستیم. بله. و من یک دیه را اومدم ضمانت شدم، حالی ای به مشکل برخوردم و از شما تقاضای کمک دارم. امام حسین علیه السلام وقتی که این شخص رو باش رو درو میشن میگن خب من از شما چند تا سوال دارم، اگه این سوالا رو بتونی جواب بدی من خب به نسبت هر چند سوالی که جواب بدی به شما او دیه را پرداخت میکنم، پاداش میتم، هدیه براتون میتم. اگر یک سوال جواب بدین، یک سوم، دو سوال، دو سوم و اگر هر سه سوال را پاسخ بدین خب تمام این دیه را به شما پرداخت میکنم به عنوان پاداش. بعد این شخص قبول میکنن و امام حسین علیه السلام میپرسن که سوالاتشون رو اینطور مطرح میکنن، میگن که اون چیز چه عملیه که برای یک شخص بهتر هست و این شخص عربی میگن که ایمان به خداست. بله. و بعد امام حسین علیه السلام میفرماین که چه چیزی زینت انسان هست. بله. این شخص میگن که دانشی که همراه با بردباری باشه، این همراه با داشتن ظرفیت و حلم و صبر باشه. و بعد امام میفرماین اگر این دانش رو نداشته باشه چی؟ باز این شخص میگن که ثروتی باشه که همراه با بخشندگی باشه. و بعد این شخص میپرسن که امام حسین علیه السلام میفرماین اگر این ثروت رو نداشت چی؟ بعد این شخص میگن که فقری که همراه با شکیبایی باشه در کنارش. و بعد امام میفرماین که اگر این رو نداشت چی؟ و بعد اون شخص میگه که خب اگه اگر نداشت که یک سائقه از آسمان بیاد و این شخص رو نابود بکنه که بهتره، چرا که واقعا شایسته همچین چیزی هست. یعنی اگه همچین خصوصیات نداشته باشه دیگه انسان گفتن همیشه دیگه این نباشه بهتره. امام حسین علیه السلام اینجا یک لبخندی تبسمی میزنن و اون وعده رو که فرموده بودن اون رو محقق میکنن و اون شخص رو اون مبلغ رو بهش پرداخت میکنن که برن اون دین رو که داشتن ادا کنن. و در کنار این میگن که گفته شده که باز روایت شده از اهل سنت که امام حسین علیه السلام انگشتری خودشون رو هم به این شخص هدیه میدن که برای مصارف شخصی خودشون استفاده کنن.
و جالب هست که وقتی ما این روایت را میبینیم، میگن حضرت امام حسین علیه السلام هم اون سخاوت و بخشندگیش رو که خب میراث بوده از حضرت رسول اکرم خدیجه کبرا سلام الله علیها که و پدر ارزشمند بوده بزرگوارشون، به و حال، این رو این درسته، میراث رو هم بله. اومدن ایشون محقق کردن، اونو بخشندگی خودشون ثابت کردن و هم در کنار او بخشندگی که داشتن حضرت امام حسین علیه السلام به او شخصیت و اون به قول معروف آبروی اون شخص هم احترام گذاشتن. یعنی درست، یک طوری برخورد کردن که اگر مالی به اون شخص بخشیده شده، درست، اگر نیاز او رو برطرف کرده، در کنارش یک با یک مناظره علمی هم برگزار کرده آها، و هم اون شخص را باید یک شده طوری که یک سری از اطلاعاتی به او بته و اطلاعات او را هم بسنجه. بسنجه. بسیار عالی خانم عالمی، ما بخش اول ما خلاص شد، میخواستیم به موضوع برنامه هم بپردازیم. خب فرق نمیکنه، انشالله که بعد از میان برنامه موضوع امروز که در رابطه با حقوق نصیحت کننده و نصیحت شونده در رساله امام سجاد علیه السلام هست با شما عزیزان میخواییم که گفتگو را شروع کنیم. حتما بعد از یک وقفه همراه ما باشید. گویید بر خلق جان جانان جانان آمدم، بر جسم بی جانی بشر از این خبر جان آمده، و جانان ما با یک جان حسن درخشان آمده، و از پرده عصمت بیرون سلطان خوبان آمده، و بر ناطقی قرآن بگو قاری قرآن آمده، و سیوم امام رهبری آزاد مردان آمدن، و کو از فرزند علی ختم رسولان را خلف، بر عالمیان مجدد عالم سرا پانا شده، از یمن این زیبا پسر در آی رحمت با شده، در روز میلاد حسین افشاد و ساده جان شده، فطرس با اوجی کشان آماده پروان شده، از خانه شیر خدا شیر نری آمد بیرون، بر ثبات دین عقل دین پروری آمد بیرون، چون بر سر آزادگان تاجاوری آمد بیرون، کو از فرزند علیم ختم رسولان را خلف، پیکی سعادت از وفای الخبر در میزند، از فر و شادین الخرابر در مکرر میزند، دم از حسین ابن علی میر فلک فر میزند، از پرده دل نعره الله اکبر میزند. همراهان همیشگی برنامه روشنا، باز هم همراه شما عزیزان هستیم و بسیار خوش میشیم با ما در ارتباط باشین. مثبت 964-780-255-413 نمبر واتساپی ما هست و پل ارتباطی ما و شما. شما میتونید با ما در ارتباط باشین، سوال اگر دارین، پیشنهاد اگر دارین، انتقاد اگر دارین، هر صحبتی که دارین ما آماده هستیم، در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هم هستیم. و اما بله، قبل از اینکه میان برنامه رو بریم گفتیم که موضوع ما در رابطه با حقوق نصیحت کننده و نصیحت شونده در رساله امام سجاد علیه السلام هست که هفته پیش نصیحت را معرفی کردیم و گفتیم که نصیحت یعنی یک نوع خیرخواهی، و چه خوب است که ما پند و نصیحتی که از روی خیرخواهی باشه را بپذیریم اگر بخوایم که به کمالات زندگی برسیم. پس بخصوص شما جوانان عزیز، شما مادران و پدران عزیزی که
همیشه در زندگی علاقمند خوشبختی و موفقیت هستین، حتما نصیحت ها را گوش کنین. و امروز میخواییم در رابطه با چرایی نصیحت صحبت کنیم. چرا نصیحت؟ چرا باید نصیحت وجود داشته باشد در زندگی های ما و چطور نصیحت مهم هست در زندگی؟ یعنی چطوری نصیحت؟ چه نصیحت هایی میتونه که اهمیت خوبی داشته باشد در زندگی ما و تأثیر گذار باشد؟ پس نسبت به این دو موضوع امروز گفتگو میکنیم و شما عزیزان هم همراه باشین. خانم معلمی عزیز، چرا نصیحت؟ میخوایم در رابطه با چرایی نصیحت صحبت کنیم. مثلا وقتی ما نصیحت معرفی کردیم برای عزیزان بیننده و تعریف کردیم، گفتیم که نصیحت یک نوع خیرخواهی هست. یعنی وقتی ما نصیحت میکنیم از دل و جان خیر اون طرف هم میخواییم، درست؟ خب چرا این قسم است؟ یعنی چرا ما با نصیحت باید نصیحت کنیم؟ یعنی چرایی نصیحت چی هست؟ نصیحت کلن در فرهنگ اسلامی ما، ما در مکتب خودمون نصیحت یک روش تربیتی هست در حقیقت. این یک روش تربیتی هست که ما میبینیم که در اکثر خانواده ها والدین با اون یک از روش های تربیتشون همین نصیحت قرار میدن. هم در محیط های آموزشی نگاه میکنیم، خب معلم های مکتب ها، این ها یک از روش های تربیتشون همین بحث نصیحت هست. درسته. خب ما در برنامه قبل هم گفتیم انواع نصیحت رو گفتیم که چی هستن، ولی خب کلن خود نصیحت یک روش تربیتی هست در حقیقت که در فرهنگ ما خب حال رواج پیدا کرده و یک جایگاه ویژه داره، نه فقط در فرهنگ ما بلکه حتی ای در فرهنگ غربی هم هست. خب ما میبینیم که اونچه که به عنوان جملات قصار، به عنوان جملات کوتاه، جملات آموزنده از سوی بزرگان غربی، یعنی سالیان سال بوده نصیحت، حالا از قبل بگیریم، دقیقاً از قبل هم از بوده، از حال بگیریم، از قدیم هم بوده اینه. بله. یعنی در تمامی در فرهنگ ها این نصیحت هست، در قالب چه جملات آموزنده هست، چه در قالب ممکن است یک برنامه هایی باشه که آموزشی باشه، ولی در او یک پندی نصیحتی نهفته باشه. و من میگم در منظور در جامعه غربی هم این نصیحت وجود داره، به عنوان یک عامل تربیتی. و اینکه حالا افراد خب چرا نصیحت میکنن، همین بحث تربیتیش مد نظر هستن. در اصل بحث تربیتی هست که خب عامل نصیحت میشه، ولی خب خود نصیحت ممکنه عامل دیگه هم داشته باشه، یعنی یک دلایل دیگه هم هاشه که خب یک شخص ممکنه یک شخص را نصیحت کنه. خب اولین عاملش خب تربیتیش هست. ممکن است یک شخص بگه که خب من میخوام فرزند خودم را تربیت کنم، اولاد خودم رو تربیت کنم، یا اگه او شخص آموزگار میخواد بقیه مثلا بچه هایی که در مکتب هستن اونها رو میخواد تربیت کنه، خب از همین نصیحت و پند استفاده میکنم. یک علتش هم میتونه کمک کردن باشه، یعنی ما میخواییم به یک شخصی میخواییم کمک کنیم، حالا ممکن است به یک مشکلی دچار شده باشه، ممکنه یک دنبال یک راه حل باشه و او خودش به از ما درخواست کمک کنه و ما بخوایم به او راه حل بدیم. در کنار خب ارائه راه حل ها ممکنه یک سری اندرز ها و پند های هم ارائه بدیم. در کنار کمک های خب یک جایی هم هسته که خب شخص نیاز به کمک نداره، ولی خب ممکنه ما ناخواسته وارد فاز نصیحت بشیم. این هم ممکنه چه شخصی که چی نیاز به از ما درخواست نکرده باشه، بله، که ما نیاز به کمک داریم، ولی ناخودآگاه ما به صورت ناخواسته وارد بحث نصیحت میشیم. یعنی خانم عالمی، ما از کسی که از ما درخواست نصیحت نکنه نصیحتش نکنیم، هرچند بفهمیم که این می نفر در زندگی خودش یک کمک مشکلات داره، سختی هایی داره و نیاز به راهنمایی و نصیحت ما داره، ولی خودش نمیخواد. یعنی حالا بر ما واجب است که او را نصیحت کنیم یا اینکه نه، هر وقت او از ما تقاضا کرد ما باید نصیحت کنیم؟ بهتر هست که خب در روایات هم بسیار اومده که بهتر است که او کسی که ما او را نصیحت میکنیم از ما این درخواست را داشته باشه، یعنی درخواست را داشته باشه که مثلا بگه که خب ما را نصیحت کن، ولی این خیلی بهتر است که این شکل باشه. چرا که اگر شخص خودش این درخواست را داشته باشه، بگه که خب من از ما تقاضا کنه، بگه خب من یک مشکلی برام پیش اومده در این قسمت، می میخوایم که من مثلا با یک مسئله مشکل دارم، من یک نصیحتی کن که بتونم که با این مسئله کنار بیام. به طور مثال خب باز این بسیار شبیه مشاوره میشه. مثلا اگه یک نفر یک مشکل داره،
میره پیش یک نفر دیگه میگه مرا نصیحت کو، نه مثل تقریبا دقیقا شبیه مشاوره همین میشه. مشورت هم خودش یک نوع نصیحت کردن، یکی از ابعاد نصیحت کردن همین مشورت دادن هست. خب این مشورت و نصیحت و و موعظه و همونطوری گفتیم امر بروح نهی از منکر، اینها در یک جاهایی خیلی به هم دیگه شباهت دارن. درست. ولی خب ای که مثلا ما گفتیم که در بحث مشاوره یک سری مباحث خب تخصصی را خب شامل میشه، ولی ما یک مباحث دیگه هم داریم. به طور مثال ممکن یک شخصی در خصوص مسائل عبادی خودش خب قبول داره حتی، ولی میگه که خب مرا یک نصیحت کن که من بتونم بره بپذیرم. یعنی من قبول دارم. نصیحت کردن یعنی که اون چیزهایی هست که شخص میدونه، یعنی در وجود شخص هسته، ولی ما میخوایم اونها رو بیدار کنیم در اون شخص. یعنی مشورت کردن و مشورت دادن یه حالت تخصصی است، یک ساختارمند هست، یک راه. دقیقاً همینطور برنامه قرار. خب نصیحت یک حالت سنتی داره، بیشتر موعظه داره، بیشتر حالت بیدار کردن شخص هست، ولی در کنارش هم میتونه ارائه راهکار هم باشه. ما گفتیم یکی از روش های نصیحت حل کردن این همین هست که در برنامه قبل گفتیم که دقیقا. ما بتونیم به شخص کمک کنیم، راهکار بهش نشون بدیم. اینها بیشتر راهکار، بیشتر نصیحت های غیر مستقیم هستن. این قصه مثلا بخوای به یک نفر کمک کنیم، کمک مالی میتونیم بکنیم، یا مثلا یک راهکارهایی را به صورت غیر مستقیم به شخص ارائه بدیم. ولی یک جایی هست که یک شخص مستقیما میآید. به طور مثال من خب مستقیما به یک شخصی که او مورد اعتماد ما هست و اگر در یک مسئله اعتقادی ما مشکل دارم، درسته، خب بیا مرا نصیحت کن که من بتونم که با این مسئله یک راه نجات پیدا یک راه نجات پیدا کنم، بتونم قبول دارم. دقیقاً. ولی نیاز به یک نصیحت دارم. حالا کسایی اینجا که خودشان پیشنهاد میکنن میپذیرنم. دقیقاً همینطور است. چون اینها با تمام وجود منتظر ازی است که یک نصیحت را بشنوه و یک پند و اندرز را بگیره و راه حل برای مشکل خودش پیدا کنه و به سمت موفق. ولی بعضی از افرادی که به دنبال نصیحت کردن نیستن، اونا یک ذره زندگیشان سخت میشه، چرا که احساس میکنن که من همه چیز خودم میفهمم، یک غرور خاصه داره، ولی در زندگی خودشون هم میبینه که دچار مشکلات هست، ولی هیچ وقت پشت نصیحت نمیره به خاطر یک غروری که داره. بخصوصم افراد بسیار کم سخت‌تر میشه زندگی. بله، اگر خب شخصی باشه که احساس مسئولیت نسبت به این شخص داشته باشه، واقعا اگر از اقارب ما باشه، مخصوصا اگر اینها جزء اولاد ما باشه، مثلا اعضای فامیل ما باشه، خب ما وظیفه ما نسبت به اینها حتما هست. یعنی او چطور نصیحت کنیم باز در اینجا میتونه که دقیقاً همینطور است که اینجا چطور ما این افراد رو که چطور نصیحت اصلا نصیحت را قبول ندارن با اینها، خب ولی نیاز دارن. دقیقاً اونها نیاز به نصیحت دارن که باز اون را انشاءالله در قسمت بعدی ما بگیم انشاءالله بعد. و یک افراد دیگه هم هست، خب یک نوع دیگه نصیحت برمیگرده به این که خب غیر از این که شخص نیاز به کمک داره، ما حتی میبینیم که یک جاهایی وارد فاز نصیحت میشیم، یعنی وارد عرصه نصیحت میشیم که احساس نگرانی و اضطراب داریم نسبت به اون شخصی که از اون شخص داریم. مثلا میگیم خب من در درون خودم یک استراب و نگرانی دارم که اون شخص خودش اون نگرانی را نداره. ممکن است این نگرانی ما ممکن است بجا باشه، یعنی برخواسته از آگاهی ها و شناخت من نسبت به اون شخص باشه، ولی که ممکن است این نگرانی ما کاملا بیجا باشه و صرفا یک استراب درونی باشه که خب ما فقط فقط او چون استراب درونی خودم میخوایم تخلیه کنم، برای همین رومیرم به نصیحت. بنابراین میتونه یکی از دلایل نصیحت کردن همین نگرانی نسبت به افرادی باشه که خب ما نسبت به اونها احساس مسئولیت داریم. ممکن است این شخص در خانواده باشه، اولادهای ما باشه، یا یکی از اقارب دوستان ما باشه که نسبت به اونها احساس مسئولیت داریم. ولیکن خب بهتر هست که اون چیزی که ما میگیم، خب اگر ما نصیحت میکنیم هیچگاه ناخواسته وارد نصیحت نبشیم. ناخواسته وارد نصیحت شدن یعنی که بدون اینکه بخوایم او شرایط و چگونگی نصیحت کردن را اونها را در نظر نگیریم، و همینطور بدون اینکه بخوایم مثل افرادی که هستن که همیشه میبینیم که شاید در اطرافیانمون سراغ داشته باشیم، یک سری افرادی هستن که اینها همواره در حال نصیحت کردن دیگران هستن. بله. چه اونها شایسته نصیحت باشن چه نباشن، چه جایگاه اصلا خود او شخص در او جایگاه باشه یا نباشه، و یا موقعیت صلاحیتش داشته باشه یا نداشته باشه. بسیاری افراد اصلا اون رو قبول نداشته باشن، قبول هم نداره، چون خودش مثلا یک شخص موفق نبوده در زمینه عرصه زندگی یا در زمینه کار و فعالیت
شاید اگه انسان بوده که موفقیت نداشته، ولی خب قسم است که دوست داره که دیگران نصیحت را مدام کنن. دیگران را هی نصیحت کنه، برای که فکر میکنه که خب اون چیزی که خودش تفکر، اون تفکر خودش باید خب در اطرافیان خودش اون تفکر باید رواج پیدا کنه. خب بسیار از افراد خانم معلمیم شاید خودشان انسان موفق نبودن، ولی خود تجربیات زیاده دارن، از شکست های زندگی که خوردن بسیار تجربه دارن و دوست دارن که این تجربیات خودشان را به اشتراک بانن برای دیگران، و برای همون نصیحت میکنن به دیگران که روش و سیستمی که ما در زندگی داشتیم شما نداشته باشین. شاید یکی از دلایل شما همین میتونه باشه. الان که خب میبینید که فضای مجازی، خب افراد بیشتر از اینکه در فضای حقیقی با یکدیگر در ارتباط باشن، بله، در فضای مجازی بیشتر با هم دیگه در ارتباط هستن. خانم معلمی، ما میان برنامه آماده هست، همکاران ما گفتن برای من، ولی من هنوزم گفتگو میکردم. به هر حال وقت برنامه و میان برنامه است. تقدیم شما عزیزان، بعد از وقفه میان برنامه ادامه گفتگو داریم که با همراهی شما عزیزان. خدا. ای گردش چشمان تو سرچشمه هستی، ای گردش چشمان تو سرچشمه هستی، ما محو تو هستیم، تو حیران کی هستی؟ خورشید که سرچشمه زیبایی و نور است، از میکده چشم تو آموختم هستی. تا جرعه ای از عشق تو ریزند به جامش، هر لاله کند دعوی پیمان بدستی. از چهار طرف محو تماشای تو هستند، از چهار طرف محو تماشای تو هستند، 72 آینه توحید پرستی. وا کرد در مسجد الاقصای یقین را، تکبیرت الاحرام نمازی که تو بستی. تا وا شدن پنجره هرگز نزدی پلک، تا وا شدن پنجره هرگز نزدی پلک، تا خون شدن حنجره از پا ننشستی. ای کاش که گلهای آتشناک نبینند در دیده خود خار غمی را که شکستی. یک گوشه چشم تو مرا از دو جهان بس، یک گوشه چشم تو مرا از دو جهان بس، ای گردش چشمان تو سرچشمه هستی، ای گردش چشمان تو سرچشمه هستی. خب تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده و از اینکه با برنامه روشنا همگام و همراه هستین. در رابطه با چرایی نصیحت صحبت میکنیم با شما عزیزان و بعد از او میپردازیم به اینکه چگونه و چطوری نصیحت کنیم که بتونه این نصیحت مشکلی از فرد یا از عزیزان ما، از وابستگان ما و از فامیل های ما، این مشکلشان برداشته شد. و انشالله با امیدوار هستیم که هیچ کدام از شما عزیزان دچار مشکلات زندگی نباشین و همگی تان زندگی تان سرشار باشه از سعادت و خوشبختی و موفقیت. خب خانم عالمی، ادامه صحبت داشتیم و در رابطه با چرایی برحال نصیحت صحبت میکردیم و این خیلی اهمیت داره که ما چرا باید نصیحت کنیم در زندگی. بله، ما تقریبا همه موارد را گفتیم، فقط این موارد را که شما اشاره کردین، گفتین که برخی افراد هستن که از ممکن است افراد موفقی نباشن، یعنی در زندگیشان شکست های خورده باشن، ولی خب در پی او تجربیاتی که از اون شکست ها و اون عدم موفقیت های خودشان کسب کردن، اون تجربه میخواین که با دیگران به اشتراک بگذارن تا دیگران دچار او اشتباهات و خطاها نشوند. و ما میبینیم که اتفاقا این بحث هم میتونه واقعا در بحث نصیحت و اینها جای خودش رو داره، و مخصوصا که حالا میبینیم که افراد در فضای مجازی، چه به صورت فامیلی چه به صورت خانوادگی، دوستان، اینها یک سری گروه هایی رو دارن که خب اینها میان واقعا همین مباحث رو با یکدیگر به اشتراک میگذارن. درسته. و شاید برای برخی اینها ناخوشایند باشه، بگه خب تو که یک آدم شکست خورده هستی، تو چرا میخوای مثلا مرا پند و اندرز بدی؟ بله بله. در صورتی که در کلام همین افراد هم
حقیقتاً مباحثی هست، یعنی مباحثی پیدا میشه که بسیار بتوانه ارزشمند باشه. من یک جای یک مسئله بسیار، یک نکته بسیار جالب را خواندم که میگفتن در بحث پند و اندرز و نصیحت ما همیشه تلاش کنیم که از افرادی که عاقل هستند، یعنی موفق هستند، بیشتر به قول معروف الگو و نصیحتاشون دقت کنیم، بشنویم. چرا که همینطور که شما فرمودین که واقعا افرادی هستن که مثلا اینها در زندگیشون شکست خورده باشن و از ما از شکست اونها مثلا بگیم، خب عبرت بگیریم و ما اون شکست ها را خب تجربه نکنیم. ولی متاسفانه ما اون چیزی که ما در جامعه میبینیم دقیقا همینطور شده خانم زوری عزیز. یعنی ما در جامعه خودمون، در اطرافیان خودمون اکثرا آموزش، اگر ما میخوایم به فرزندان خودمون بدیم، به اولادهایمون خودمون، اگه میخوایم کسی را نصیحت کنیم، همیشه از چه مصداقی استفاده میکنیم که مقایسه کردن. مقایسه. ببینید فلان شخص این کار کرد، چقدر بدبخت شد، چقدر بیچاره شد. یا حتی در بیشتر برنامه‌های تلویزیونی هم همینطور است. یعنی ما اکثر اون برنامه‌های تلویزیونی که ما می‌بینیم در برنامه‌های مختلف، حتی اگه آموزنده هم باشه، بیشتر از این حالت عبرت آموزی است که می‌بینی خب یک شخصی است اومده در زندگی خودش خب شکست خورده، بسیار به قول معروف سرش به سنگ خورده و وقتی که سرش به سنگ خورده حال متوجه شده و از اونجا پندی و اندرزی و نصیحتی گرفته و یک عبرتی گرفته و حال می‌خواد زندگی خودش را بسازه. ما تلاشمون بیشتر بر این باشه اگر بخوایم از همین به قول معروف روش تربیتی نصیحت و پند که بسیار ارزشمند هست خانم زهری، واقعا بسیار ارزشمند، این باید در خانواده های ما فرهنگ سازی بشه. این گریزی که فرزندان ما از نصیحت دارن، این باید حالت باید برداشته بشه. یعنی نصیحت در خانواده های ما باید طوری پیاده بشه، طوری والدین و حتی مربیان تربیتی در مکاتب اینها طوری آموزش ببینن که بحث نصیحت در بین خانواده‌ها جا بیفته و واقعا بپذیرن. بله. و همینطور که میگم که بیشتر از اینطوری نباشه که ما همیشه فرزندانمون رو همیشه انذار کنیم، بگیم که خب از ببینی فلانی این کار انجام داد بدبخت شد و حالا تو اگه این راه را بری خانم عالمی ما در حین صحبتهایتان چطوری های نصیحت را هم دارین میگین، مدلا بلای صحبتهایتان این را برداشت رو پنج دقیقه بیشتر فرصت نداریم. سوال دوم ما را هم پاسخگو باشین انشالله. او هم خب چون مباحث خب طولانی هست اینها باید خب. میخواییم که در هفته بعد بزور پاسخگو باشیم یا نه؟ باز انشالله در ادامه همیرم انشالله میگیم که خب این مباحث هم گفتم اشاره کنم که بحث تربیتی نصیحت بسیار ارزشمند هست و در خانواده ها این بهتر هست تا جایی که امکان داره بسیار منطقی و عاقلانه در خانواده ها فرهنگ سازی بشه انشالله. بسیار عالی انشالله. یعنی که تلاش میکنیم که بتانیم در یک خانواده و در یک محیط اجتماعی که هست، حالا به خصوص جمع خانواده، قسم باشد طور باشه که نصیحت وجود داشته باشه. یعنی که اگر نصیحت، پند و اندرز که همون خیرخواهی گفته میشه در بین اعضای خانواده، به خصوص خانواده گسترده‌ای که ما در یعنی ما زندگی سنتی داریم، زندگی سنتی گسترده، بسیاری از خانواده های مبسط گسترده زندگی میکنن، پدر کلان ها، مادر کلان ها، پدر، مادر، خسر، خشوع، اینا کلشان در یک مجموعه زندگی میکنن و چه خوب است که این نصیحت خیرخواهانه همیشه در زندگی وجود داشته باشه. اما اینکه چطوری باید نصیحت کنیم، اینا بسیار اهمیت داره، چون بسیار وقتا هست که نوجوانان و کودکان از بس که نصیحت میشنون دیگه گوشای خود ما کم میگیرن، میگن دیگه ما نمیشنویم از بس که شنیدیم ما. یعنی یه تأثیر نداره نصیحت دقیقا. اگر به سمت و سوی درستی از اون نباشه، قسم صحیح از اون انجام نپذیره، امکان داره که عکس العمل منفی داشته باشن. دقیقا همینطور است، چون بخش اون حالت نصیحت اگه بخوای جنبه تربیتیش واقعا اعمال بشه، باید که این شرایطی که خب ما میگیم در خصوص کسی که نصیحت میکنه اینها باید داشته باشه. یعنی کسی که نصیحت میکنه باید بدونه که چطور نصیحت کنه.
اولین که خب اون شخصی که میخواین نصیحت کنه، چه در قالب یک شخصی بزرگ فامیل میتونه باشه، چه در قالب والدین یا مربیان یا هر کسی که میخواین نصیحت کنه، باید که مهارت نصیحت کردن را داشته باشه. درست. یعنی در زمینه نصیحت باید یک مهارت خاصی داشته باشه. مهارت داشته باشه یعنی چه؟ این که بدونه که واقعا چطور وارد عمل بشه، از کجا شروع کنه، از کجا شروع شرایط را فراهم کنه، زمان و مکان، اینها را همه را باید در نظر داشته باشه تا بتونه اون نتیجه ری که خب مد نظرش هسته، اون نتیجه را از این نصیحت خب کسب کنه. اولین شرطش این هسته که خب ما در بحث نصیحت میگه که خب بتونه مقدمه وارد نشین. یعنی که شما میخواین یک شخصی رو نصیحت کنین، چه او شخصی باشه که خب از ما درخواست نصیحت کرده باشه، که ممکن است یک شخصی از ما درخواست کرده باشه، و چه او شخصی باشه که خب ما نسبت به او وظیفه داریم به عنوان یک والدین. درسته. خب نباید که بدون مقدمه، بدون اینکه بخوایم او شرط را در نظر داشته باشیم، سریع وارد بحث نصیحت بشیم و شروع کنیم به پند و اندرز و یک سری مباحث را به صورت فرمول و تیتروار گفتن. خب امر را نهی کنه، ببینیم خب تو باید این کارو بکنی، کارو نکنی، اینطور باشه. خب در بحث این که مقدمات را ما یک متن زیبایی را میخواییم بخونیم که از حضرت علی علیه السلام هست، که نامی 31 نهج البلاغه ترجمه دشتی را که اگه بخونیم، نامی 31 شون در مورد نصیحت کردن هستش که این نامه خب مادن حضرت علی علیه السلام قبل از این که فرزندان خودشون را نصیحت کنن، بله، یک مقدمات شده، خیلی زیباست. ایشون در ابتدای نامه قبل از اینکه بیان خب فرزند خودشون نصیحت کنن، میان از خودشون صحبت میکنن. این در ابتدا میان خودشون رو معرفی میکنن. بله. و بعد یک سری جملات رو بیان میکنن که این جملات رو خب من یک چند جملهش میخونم که ایشون میفرماین: من از پشت کردن دنیا به خود و سرکشی روزگار به خود و روی آوردن آخرت به سوی خود دریافتم که باید در اندیشه خیش باشم. ایشون میفرماین که خب همون اول کار نمیان فرزند خودشون رو نصیحت میکنن، اول خودشون رو اندرز نصیحت میگن خب من به عنوان هر کسی که هستم در ابتدا باید خودم رو نصیحت کنم، با خودم رو اصلاح کنم. حضرت علی علیه السلام میفرمایند. و بعد از اینکه خب این بحث خودشون رو معرفی میکنن که یه سری جملات دیگر رو میفرمایند، میگن که دریافتم که باید در اندیشه خیش باشم و از یاد دیگران منصرف گردم. یعنی قبل از اینکه بخوام به دیگران، بله، دیگران رو نصیحت کنم، بله، باید به خودم واقف باشم. و باز در ادامه باز ایشان میفرماین که بعد از اینکه خودشون رو خوب معرفی میکنن، یک سری مقدمات دیگر رو هم بیان میکنن و بعد وارد چی میشن؟ وارد پند و اندرز و نصیحت به فرزند بزرگوارشون میشن. یعنی افرادی که خودشان عیب دارن یا یک مشکل دارن نمیتونن نسبت به اون موضوع دیگران را نصیحت کنن. دقیقاً. یعنی همون گپ خرما خورده را کی کنه همی هست دیگه. یک حضرت علی علیه السلام چون همون روز خرما خورده بود، بعد اون روز یک شخص منع کنه کسی را، دقیقاً اون شخصی که می‌خواست از خرما منع کنه گفته بود یه روز دیگه بیاین. یعنی حضرت علی علیه السلام قبل از اینکه وارد بحث مرحله نصیحت شوند، بشن، ایشون اومده بودن اول به خودشون معرفی می‌کردن، خودشون رو از خودشون شروع می‌کنن صحبت کردن و اینکه خودشون بعد می‌پردازن به نصیحت. حالا ولی می تشکر، وقت برنامه خلاص شده. ان شاءالله در ادامه در هفته دیگه ان شاءالله ادامه صحبت خواهیم داشت، چون امروز در رابطه با اینکه چطوری ما نصیحت کنیم نتونستیم صحبت کنیم. بخاطر همین ان شاءالله که مفصل در هفته آینده صحبت خواهیم کرد. همراه ما باشین در روزهای آینده و برنامه روشنا که هر روز تقدیم شما میشه. تشکر خانم عالمی. زنده باشید. منم از شما تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم. زنده باشین. سپاسگزار از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده و سربلندی و سرافرازی همه شما از خدای بزرگ خواهان هستم. خدا نگهدارتون. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.